خب دوستان، برمیگردم خدمتتون با سلام و خوش آمدی به عزیزانی که از طریق فیسبوک به ما میپیوندن و با تصویر هم برنامه امروز ما رو دنبال میکنن. تو این هفته های تازه یا هفته های سال نو تصمیم گرفتیم با هم شیوه هایی رو مرور بکنیم که به من و شما کمک میکنه که بهترین سال رو در پیش داشته باشیم. نشینیم که فقط ببینیم که حوادث، سرنوشت چه بازی هایی برامون داره و بعد احتمالاً یا نق بزنیم، ایراد بگیریم، قور بزنیم یا اینکه سعی در عوض کردنش بکنیم. از اول سعی کنیم یا حداقل آگاه باشیم به اینکه چقدر میتونیم اثرگذار باشیم رو سرنوشت خودمون و بتونیم سالی که دلمون میخواد به فرمی که مایل هستیم و میپسندیم و برامون جالب هست رو طراحی کنیم، برنامه ریزی کنیم. و با این همه حالا صحبتی که هست که اون چیزی که تمام مدت بهش فکر میکنیم و ذهن و توجه ما رو به خودش گرفته در واقع همونی میشه که ما هم به زندگیمون جذب میکنیم، law of attraction. حالا چقدر عقیده دارید یا نه نمیدونم، نمیدونم هم درست هست یا نه، ولی میگم ضرری نداره که حداقل آگاهانه بخوایم این مسیر 365 روزی که حالا فعلا 17 روزی ازش گذشته فروردین و سال نو، ولی برنامه ریزی کنیم، انتخاب بکنیم و آگاهانه برای بهبود زندگیمون و لذت بردن از روزهای زودگذرمون اقدام بکنیم. به دیدگاه های مختلف، کتاب های گوناگون سر میزنیم، اون اساره که به دل من مینشینه رو با شما در میون میگذارم، شاید شما هم بپسندید و شاید بتونه بهتون کمک بکنه. مطلب امروز ارتباط با افراد مناسبه. جالبه که حتی تو اوضاع اقتصادی امروز وقتی که از مردم با در یک همه پرسی از دل مشغولی هاشون میپرسن، اکثریت نگران تنهایی خودشون هستن و مهمترین نگرانی و دل مشغولیشون در واقع انتخاب یا پیدا کردن اون فرد مناسب زندگیشونه. اگر به این ترتیب متوجه بشیم که داشتن یک شریک درست زندگی چقدر روی خوشبختی ما اثر میگذاره و اینکه با افراد مناسب همدم و معاشر بودن چقدر اثر روی سلامت جسم و روح ما داره، به اهمیت این مطلب فکر میکنیم که این ارتباطی که ما با مردم تجربه میکنیم به سلامتمون، به خوشحالیمون، به خوشبختیمون، به نگرشمون، به دیدگاهمون، به همه چی رفت داره. پس اینو نمیتونیم همینجوری یه دستی بگیریم یا بگذاریم که صورت حساب رو قضا و قدر همراه داشته باشن که خب اگر آشنا شدیم شدیم، وگر نه که هیچی. نه، آگاهانه افراد مناسب رو برای ایجاد ارتباط باشون انتخاب بکنیم و به زندگیمون راه بدیم. همطور که همیشه یا اکثرا باهاتون صحبت کردم، گفتم به فکرای نادرست و دلشوراور و منفی ویزا ندید که به ذهنتون وارد بشه. به افرادی هم که نامناسب هستند برای شما و بهترین شما رو تحریک نمی کنن که بیاد بیرون و شما زندگیش بکنید، راه ندید که به نزدیک شما بیان. در دوستی رو بروشون باز نکنید. انتخاب خودتون رو یا این حق انتخاب رو به مرحله اجرا بگذارید و با افراد مناسب فقط ارتباط برقرار کنید. برمیگردم به کتاب انتخابی این هفته و ببینید که چه قشنگ از سرنوشت و اثری که افرادی که ما دور و برمون باشون ارتباط برقرار میکنیم بر روی این سرنوشت ما میتونن داشته باشن صحبت کرده. برنامه سرنوشت شما چنان برنامه عظیمی است که خودتان نمیتوانید به تنهایی آن را به سرانجام برسانید. برای همین از قبل حامیانی را برای شما انتخاب کرده و در نظر گرفتند. این حامیان، این دوستان، این مشوقان شما الهام بخش شما باید باشند. شما را به تلاش ترغیب کنند، کمکتان کنند تا رشد کنید و به آرزوهایتان دست بیابید.
اما برخی از مردم هرگز به بالاترین حد توانایی های بالقوه‌شان دست نمی‌یابند، چون هرگز از افراد مناسبی در اطراف خود استفاده نمی‌کنند. هر کسی نمی‌تواند به آنجایی برسد که شما بتوانید نهایت توان خود را برای معاشرت با آنها به کار ببرید. با کسانی در ارتباط باشید که سرنوشت شما را درک کنند، دوستانی که عظمت را در وجودتان شکوفا سازند. به کسانی احتیاج ندارید که شما را به زمین بزنند، نقطه های ضعفتان را به رختان بکشند، و حتی وقتی که همه چیز را بی نقص انجام می دهید باز هم تاییدتان نکنند. اگر شما افراد بدبین را از زندگیتان خارج کنید، جا برای آمدن افراد خوشبین و جایگزین کردن آنها باز می شود. آیا دوستانتان جلوی موفقیت شما را می گیرند؟ آیا نزدیکانتان با شما هستند اما برای شما نیستند؟ اگر فهمیدید که دائما باید تلاش کنید تا حمایت و دلگرمی آنها را به دست آورید، بدانید که آنها سرنوشت شما را درک نمی کنند. وقتتان را برای مردمی که برای استعدادهای شما ارزشی قائل نیستند و تحسینتان نمی کنند تلف نکنید. نزدیکان شما باید هستی شما را ارج بنهند و از موفقیت شما خوشحال شوند. آنها باید به بهترین های وجود شما ایمان داشته باشند. آخ چقدر مزه داره که دوستی عزیزی نزدیکی فقط هی اون بهترین های وجود تو بهت نشون بده به جای ایراد گرفتن و دلگرمت کنه و یادآورت بشه که توان بالقوه خوب بودن و خیلی خوب بودن رو داری. پس این یادآوری بهت کمک میکنه که یک مسئولیتی برای این ویژگی های مثبتی که بهت هدیه دادند بپذیری. در نتیجه مسئولیت شایستگی مسئولیت میاره، اون رو هم قبول بکنی، ولی اون رو دیگه با دل و جون قبول میکنی و چون از پذیرفتن این یا احساس مالکیت داری نسبت به این حس، بهترین خودت هم ارائه میکنی و از پذیرفتنش هم لذت میبری. اگر دوستان نزدیکتان چنین نیستن، رهایشان کنید، اما هنوز میتوانید دورا دور با آنها مهربان باشید و دوست بمانید. اما زمان شما ارزشمندتر از آن است که صرف کسانی شود که 100% برای شما نیستند. کیفیت دوستان مهم است، نه کمیتشان. من ترجیح می دهم دو دوست خوب داشته باشم که بدانم 100% برای من هستند، تا اینکه 50 دوست داشته باشم که فقط 80% برای من هستند. همه ما به افرادی نیازمندیم که با ما پیوند روحی داشته باشند و بگویند اگر در راه اعتقاداتت آنقدر ثابت قدم و جسوری، روی من حساب کن، من همانقدر جسارت دارم که با تو موافقت کنم و پای تو بایستم. شما به حامیانی نیاز دارید که موفقیتتان را باور داشته باشند، نه تردید کنندگانی که مدام از ناتوانی های شما برای شما بگویند. خب اون رو که اکثرا خودمون میدونیم و یا اگرم ندونیم، اون ترس شکست از شروع هر اقدامی همواره با ماست، به خاطر اینکه خب قبلا تعداد بسیاری از پروژه هامون، هدف هامون، همت هامون با شکست روبرو شده، هنوز تهمزه تلخش تو وجودمون مونده که الان هر کار تازه، هر ارتباط جدیدی رو که میخوایم شروع بکنیم، ترس وجودمون رو میگیره و نگران شکست و انتهای ناخوشایندش هستیم. خب اگه یه کسی هم بیاد بگه وای بدبخت میشی یا اصلا چه منم اینطوری شدم، ما اینطور، ای بابا، شاید الان یه قصه تازه است، شاید من یک آدم دیگم، شاید موقعیت عوض شده، و اصلا این دل سرد کردن ها کمکی به توانمند کردن من نمی کنه، بدتر
من که شانس موفقیت به هر حال الان بگیم 100% هم نیست، ولی با این دل سردی ها کمترش هم میکنیم. پس کسی رو میخواییم که تشویقمون کنه، توانمون رو صد چندان یادآورمون بشه. دروغم نمیخوایم که کلت مثل کله شام، نه دروغم نمیخوایم بشنویم، ولی حداقل نمیخوایم از یأس و شکست و ناامیدی یادآوریمون بکنن. چه کسی، باز برگردم به کتاب، چه کسی در زندگی شما حرف نخست را میزند؟ وقت و انرژیتان را صرف چه کسی میکنید؟ هر روز نهار را با چه کسی نوش جان میکنید؟ برای چه کسی پیامک میفرستید؟ این فرد در زندگی شما اثرگذار هست. او میتواند الهام بخش پیشرفت شما و حرکت مدام شما به جلو باشد، یا میتواند ناتوانی‌هایتان را گوشزد کند و سدی باشد که جلوی پیشرفت شما را میگیرد. آیا این خیرخواهی، دوستی و عاقبت اندیشی یک فرد، یک دوست، یک همراه ماست که ما را از آینده بترساند؟ نمیدونم. برای کسایی که حداقل خیلی از کارها رو میدونن، شروع نمی کنن به خاطر ترس. حالا ترس و وحشت یه چیز عجیب غریبی هم نیست، در خیلی از موارد هم به ما کمک میکنه که قدرت هامون رو بیشتر ازش استفاده کنیم وقتی نگرانیم و یه مقدار میترسیم. ولی از این که با ترس و دست به عصا و بیشتر از حد ممکن، بیشتر از اون مقداری که ما رو سر حال میاره که توانمون رو استفاده کنیم، ولی دل سردمون بکنه که اصلا همت نکنیم قدم اول رو برای رسیدن به مقصد برداریم، اون وقت باید جلوش رو بگیریم، اون وقت باید دوستان تازه‌ای که مناسب هستند برای دور و بر خودمون انتخاب بکنیم. دلم میخواد این مطلب رو باز ادامه بدم و ارتباط با افراد مناسب و اثر سوء افراد نامناسب در زندگیمون رو به هر فرمی که توی زندگی ما اثر گذارن، دوست، همسر، همکار، همسایه، حداقل بهش آگاه بشیم، اون وقت مراقب خودمون باشیم و نگذاریم که زهر شکست های اونها ما رو هم دل سرد بکنه و مایوس از اقدام برای رسیدن به هدفمون. تا جمعه آینده سهروب که دوباره با هم گپی خودمونی داشته باشیم. برنامه را از رادیو 670 AM KIRN.com ادامه میدیم.